به بزم یار اگر خوشتر درآیی، به بزم یار اگر خوشتر درآیی، مرا خوشتر کنی بهتر درآیی. تو زیبا رو اگر بر من نمایی رخ ناز قشنگ آسمانی، دگر غم سینه را منزل نسازی، دگر نال ز دل بیرون نیایی. تو در سینه بیایی غم گریزی، تو در چشمم بیایی ناله سوزی. تو را هرگز ندیدم لیک دیدی، هر آنچه من کنم سوزی و سازی. به وقت مرگ آیی در کناری، بگویی با تو هم ای یار جانی. خودت گفتی در آن مکتوب عالی، که من یار تو هم هر جا که باشی. کنون بگشودم دل را چو چشمی، کنون بگشودم دل را چو چشمی. هر آنچان را که بینم هست یاری، مگر تنهایی است تا یار جویی، مگر بیحالی است تا حال خواهی. درونت را نگر غوغا و شوری، خدا را در نگر در خود چو جویی. با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم جلسه امروز رو، جلسه ای که بعد از مدت ها انتظار و به قول معروف به صورت یک عنایت الهی در عرض یک هفته جور شد و همه ما تونستیم که در محضر استاد محترم باشیم. خواهش میکنم مواردی رو تکلیف کردن که بنده تذکر بدم. هر نوع عکس برداری و فیلم برداری رو خواهش میکنم که انجام ندید. هم عکس مسئول داره، هم فیلم مسئول داره. و بعد از این مراسم سیدی این برنامه در اختیار همه عزیزان قرار خواهد گرفت. من یک توضیح مختصر در رابطه با از صبح تا حالا موظف هستم که عرض بکنم خدمتتون. استاد صبح تبریز تشریف آوردن، جلسه ای با شورای هماهنگی و هیئت داوری و هیئت مؤسس این جریان در تبریز بود. جلسه ای در صبح داشتیم حدود 5-6 ساعت و موضوعات مختلفی که درگیر اون هستیم بررسی شده. سیدی اون برنامه هم به زودی در اختیار همه عزیزان قرار خواهد گرفت، برای اینکه مطالبی هست که همه عزیزان الاخص مسترهای عزیز باید از اون در جریان باشن و این سیدی ها رو در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد. اما جلسه امروز حدود 10-15 دقیقه وقت با آقای شیرعلی پور به عنوان مسئول شورای هماهنگی تبریز در اختیارشون خواهد بود، توضیحاتی دارن ارائه میکنن خدمت عزیزان و بعد از اون در خدمت استاد خواهیم بود. خواهش میکنم برگه هایی رو که در ورود تقدیم حضورتون کردن حتما مواردی رو که اونجا یادداشت شده تا آخر جلسه مراعات بفرمایید. سوالاتی اگر دارید در ذیل اون ورقه ها مرقوم بفرمایید و حداکثر تا ساعت 7 تحویل عزیزانی که این ورقه ها رو جمع آوری میکنند بدید. هیچ سوالی بعد از ساعت 7 تحویل گرفته نخواهد شد. استاد تا ساعت 7:30 سخنرانی خواهند داشت. از ساعت 7:30 یه ربع 8 تا آخر جلسه که قول و هوش ساعت 9:00 رو خواهد بود به سوالات پاسخ داده خواهد شد. خواهش میکنم سوالات خودتون رو مرقوم بفرمایید در اون کاغذها و تا ساعت 7 به دوستان بدید. تشکر میکنم از توجهتون. از آقای شیرعلی پور خواهش میکنم که مطالب خودشون رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار و استاد محترم. من وقتتون رو زیاد نخواهم گرفت چون همتون اومدین از استاد استفاده بکنید. از خونم از اون خدمت شما که مسترهایی که الان تو تبریز هستن، اونایی که دوره مستری رو گذروندن، قول و هوش 140 نفر هستن که الان خدمتون هستیم. از این 140 نفر فقط 24 نفر فعال هستن. این 24 نفری که فعال هستن یه تعدادشون تو جلسات هماهنگی شرکت نمی کردن. از اونا خواهش میکنیم حتما تو این جلساتی که بعدن اخیراً بازم شروع خواهیم کرد این جلسات رو شرکت بکنن. یه سری هماهنگی هایی هست که حتما باید با هم داشته باشیم. میدونید در سطح استان اخیراً یه موردی در خوی اتفاق افتاد، حتما دوستان همگی اطلاع دارن. یک سری مسائلی هست حتما با هم باید هماهنگ باشیم. با هم هماهنگی نداشته باشیم مشکلات بازم بیشتر خواهد شد و در مجموع حرکت کلی ما زیر خطر و زیر سوال خواهد رفت. بنابراین خواهش میکنیم از دوستان، دوباره خواهش میکنیم، اولا اونایی که فعالیت ندارن ببینن موضوع چطوره، فعالیت خودشون رو شروع بکنن. از 140 نفر فقط 24 نفر فعالیت میکنن.
سامیان اونایی که فعالیت دارن هماهنگی خودشون رو با شورا داشته باشن. شورای ما طبق نظر استاد زیر نظر استاد هست، همیشه از بیاناتشون از پیش مواردی که پیش میاد با ایشون مطرح میکنیم، همیشه با ایشون در میان میذاریم و از نظراتشون حتما استفاده میکنیم. موضوعی که اینجا هست شورا اهمیتش اینه که به صورت سیستماتیک تا اونجایی که در حد توانمون هست میخوایم مسائل رو با هم بررسی بکنیم، احیانا مشکلاتی پیش اومد با کمک همدیگر این مسائل رو حل بکنیم. و البته من لازم میتونم از اون کارهایی که طی این یک سال گذشته انجام شده، مثلا موضوعهایی هم پیش میاد مثل نمایشگاه بین‌المللی، مثل نمایشگاه بین‌المللی که یکی از دوستان حتی رده های پایین تر به همت ایشون این کار انجام شد، اینم لازم هست که یادآوری بکنم. مجموعه ای که ما داریم به صورت یک خانواده است. دوستان دقت بفرمایید، چنانکه یک خانواده ای اگر هر یک از عضوش با مابقی خانواده هماهنگی نداشته باشه به کل خانواده ضرر میخوره و کل خانواده دوچار مشکل میشه، خانواده ما هم همینجوریه. اگر شورا مورد بیمهری یا بیتوجهی قرار بگیره، بتب در نهایت مشکلاتش گریبانگیر همه ما خواهد شد. نفری در این جمع من نمیبینم که تأثیرات فردی و اجتماعی حرکات استاد طاهری رو و آنچه که به ما یاد دادن رو در عرض کردم در جنبه‌های فردی و اجتماعی تأثیراتش رو ندیده باشه. حالا برای اینکه این تأثیرات رو بتونیم ادامه بدیم هم در سطح فردی هم در سطح جمعی، حتما نیاز به یک همدلی گسترده و بیشتر از قبل وجود داره. بنابراین دوباره من خواهش میکنم چنان که نظرات، پیشنهادات، انتقادات از عملکرد شورا، از هر موردی که هست به دفتر شورا، خانم عسکریه صبح تا شب اکثرا تو این مسئله مشغول هستن و وقتشون رو میذارن، لطف میفرمایید اعلام بکنید که انشالله از راهنمایی شما هم استفاده بشه. من عرض دیگه ای ندارم و از استاد محترم تقاضا میکنم که مطلب رو ادامه بدید. با تشکر از همه عزیزان، من برای اینکه فضای جلسه‌مون یک مقدار هم تلطیف بشه و استاد بحث خودشون رو شروع بکنن، قطعه‌شعر دیگری تقدیم حضورتون می‌کنم و بعد از اون از استاد خواهیم خواست که مطالبشون رو بیان بفرمایند. سوالات رو خواهش می‌کنم به صورت خوشخط مرغوم بفرمایید و حداکثر تا ساعت 7 تحویل عزیزان بدید. وقت زیادی رو برای پاسخ به سوالات خواهیم گذاشت. استاد سعی خواهند کرد که به همه سوالات پاسخ بدن بعد از توضیحاتی که در ابتدا خواهند. دوش دیدارت مرا آینه کرد، همچو فرهاد این دلم بیکینه کرد. من به دیدار جمالت گل شدم، من در آن جام وجودت کل شدم. گرچه جسمم زین جهان هم رفتنیست، فکر عشق تو کجا بگریختنیست. جان من از روح تو جان یافته، چشمم از نور تو سوی یافته. مملو از عشقت به دنیا آمدم، وندران دنیا فراغت دیدم. آن فراغ تو ندارد معنی، چون که هر شیئی ز جانت جلوه‌ای. چون که دیدم در فراغ تو شکیست، سوی مخلوقت دویدم کان یکیست. هست انسان سخی و تند خو، هم شقی و هم رعوف و خوب رو. آن نبات و این پرنده آن جماد، هست تصویری ز رب خوشنهاد. پس به یک دم عاشق عالم شدم، عارفانه واله راه هم شدم. آفرین یارم که عالم جلوش، از رخ ناز قلندر پیشش. پادشه همه عمر بر ندارم سر از این قمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که ظهور و غیبت افتد،
دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت خانم ها و آقایان، با تشکر از تشفرمایی شما دوستان عزیز، خدا رو شاکرم که یک بار دیگه افتخار نصیبم شد تا بتونم در جمع پر از مهر و محبت شما دوستان تبریزیمون حاضر بشم. برای اینکه به بحث‌های اساسیمون برسیم و امروز یک فرصتی است که بلکه به امید خدا بتونیم مشکلات فیمابین رو، شبهات و به هر حال مسائلی رو که به صورت ناقصی باقی مونده امروز شفاف بکنیم و حرکت منسجم خودمون رو یک بار دیگه با بیعتی که بین خودمون خواهیم داشت آغاز بکنیم و اشکالات موجود اون رو رفع بکنیم و بار دیگه با وحدتی در واقع که لازمه همچین حرکتی هست از نو آغاز بکنیم و با امید این که از فیض و رحمت الهی برخوردار باشیم. در ادامه صحبت‌های برادر عزیزمون جناب آقای شیرعلی پور و لزوم هماهنگی با شورا، لزوم وجود شورا، باید خدمت دوستان عزیز بگم که همچین حرکتی بدون فعالیت سیستماتیک و حساب شده یک شورا امکان پذیر نیست و همونطور که میدونید خود ما هم یک شورای مرکزی داریم که در شورای مرکزی ما متشکل است از نماینده کمیته پزشکی، نماینده کمیته حقوقی و کمیته قرآن پژوهی، کمیته عرفان، کمیته علمی و حالا چند تا کمیته دیگه، نماینده انجمن معرفت کیهانی، نماینده کانون عرفان کیهانی، نماینده مؤسسه فرهنگ هنری عرفان کیهانی که خودم باشم و عرض کنم خدمتون نماینده بنیاد خیریه فیض کیهانی که حالا امروز یه توضیح کوتاهی هم راجع به بنیاد خیریه خدمتون خواهم داد و خلاصه چندین عضو دیگه تشکیل شده، تشکیل و مدت هاست که فعالیت میکنه و باز میگم نیازی نیست که یا متذکر بشم که هر حرکت حساب شده ای که دنبال هدف مشخص که هست بدون وجود یک شورای منسجم نمیتونه ادامه بده و مسئله وقتی جمعی شد دیگه از تصمیم گیری های فردی تقریبا میتونم بگم که خارج میشه و باید همه با هم تشریک مساعی داشته باشن و در اون مشارکت مجدانه‌ای رو داشته باشن. خب خوشبختانه شهر شما هم در زمینه شورا و در زمینه کارهای بعددامی سابقه بسیار خوبی داره و میتونم بگم که تشکیل شورای هماهنگی در شهر تبریز برای اولین بار در زمینه عرفان کیهانی و در زمینه شهرستان ها آغاز شد که باز دور از انتظارمون نبود و واقعا در این شهر خب در این خصوص میتونم بگم که یک ستاره درخشانی بر آسمان ایران هست. خب ما هم ازش خوشبختانه برخوردار شدیم و لطف و مرحمت شما دوستان عزیز در این شهر که سابقه فرهنگی، سیاسی و عرفانی قوی داره شامل حال مجموع ما هم شد و ما هم از مهر و محبت شما همه جانبه برخوردار شدیم. به هر صورت ادامه کار و طبق صحبتهایی که شد و خوشبختانه خبرهای خوبی که گرفتیم از دوستان که همگی به شورا لبه گفتن و همگی آماده کاری به اصطلاح
بدون عیب و نقص رو با این شورا آماده هستن که آغاز بکنن داشتیم و حالا در ادامه این شفاف سازی و در ادامه رفع شبهات و ابهامات و به هر حال هر چی که هست که البته خب قاعدتا هم طبیعی است 5 نفر دور هم جمع بشن قاعدتا مقداری اختلاف نظر خواهد بود، اما اگر ما اصول کارمون رو مشخص بکنیم و بگیم چه می‌خواهیم و هدف چیست مسلماً میتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم و اون اهداف رو دنبال بکنیم. پس قدم اول اینه که ما بدونیم چه می‌خواهیم و آیا برای این چیزی که می‌خواهیم حاضریم رسالتی برای خودمون قائل بشیم. در صورتی که این مسئله رو به یک جوابی برسیم بقیه قضیه میمونه شفاف سازی لازم و رفع ابهامات و رفع سوء تفاهم هایی که ممکنه پیش ما در به اصطلاح برای ما پیش اومده باشه. بنابراین من یه خواهشی که از دوستان عزیزمون دارم اینه که خب این فرصت ها به علت اینی که شاید تا کنون در عرض یک سال و نیم گذشته 80% وقت من شخصا صرف حل و فصل و خونسا کردن توطئه ها و مسائل مختلفی سپری شده و واقعا ما فرصت کافی در اختیار نداشتیم که بتونیم به کارهای اساسی خودمون برسیم. بنابراین با توجه به کمبود وقتی که هست من خواهشم این است که اون ابهامات اساسی رو که برای ما وجود داره حالا نسبت به اصلا خود عرفان کیانی نسبت به مسائل شورا اون چیزایی که لازمه ما امروز در این جمع خودمون مورد بررسی قرار بدیم با توجه به اینکه همه خودی هم و در واقع غریبه بین ما نیست به خیلی باز آشکار و صادقانه بیاییم و به اصطلاح مطرحش کنیم بدون اینکه بخوام چیزی رو بپوشونیم بدون اینکه بخوام چیزی رو سانسور کنیم بدون هیچ در واقع ملاحظه بیایم و آشکارا یک بار آنچه که هست با هم دیگه در میون بگذاریم. من مطمئنم که اگر هم اشکالاتی وجود داشته باشه افهاماتی باشه ما میتونیم اونا رو رفعش بکنیم و بعد از اون انشاءالله با انسجام بیشتری به حرکتمون ادامه میدیم. خب پس دوستان محبت بکنن مطالبشون رو یادداشت بکنن بفرستن تا بتونیم اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. خب اولین چیزی که به دست من دادن شورا تشکیل شده و همه اعضا و همکاران معذب به روایت مطالبی رو که در جلسه صبح مقدمتاً به نتیجه رسیدیم اینه که حالا همه اعضا و همکاران معذب به رعایت قوانین شورا هستند و هر گونه ارتباط به اصطلاح سازمانی بین تبریز و تهران همونطور که قبلا هم گفته بودیم قبلا هم یک دست نوشته خدمت دوستان داده بودیم هر گونه ارتباطی بین ما این در واقع اینجا شورا پل ارتباطی هست. حالا این کار به هر حال محاسن بسیار زیادی داره خصوصا از نظر اینکه در شرایطی شورا میتونه از نیروهای بالقوه‌ای که داره در جهت حل و رفع و به هر حال حل و فصل امور و مشکلاتی که پیش میاد استفاده بکنه مدیریت بکنه در صورتی که پراکنده باشیم مسلماً از اون توان بالقوه همدیگه خبر نخواهیم داشت. خب الان وقتی شورا تشکیل شده مثل تهران شورای به اصطلاح کمیته پزشکی در کنارش میتونه ایجاد بشه کمیته حقوقی میتونه ایجاد بشه نمیدونم کمیته قوه همون این در واقع تهران شما میتونید نیروهای بالقوه خودتون رو شناسایی بکنید و ازشون استفاده بکنید. حالا اگر یک مطلبی بیش میاد سمیناری به اصطلاح کنفرانسی نمایشگاهی
شما 4 نفر رو دارید که با سازماندهی ببرید اونجا و حفظ آبرو بکنید. ولی در صورتی که ما پراکنده باشیم اون موقع حرکت ها بسیار بسیار دائمی و حساب نشده میشه و ما به موقع نمیتونیم اون آبروداری لازم رو در جاهای مورد نیاز داشته باشیم. خب حالا شورا در تهیه حالا کتب چیزای مورد نیاز دوستان مربی همین کارا رو انجام میده، پاسخگوی مسائل مختلف هست خصوصا از حالا به بعد و مخصوصا اینکه به زودی فعالیت بنیاد خیریه فیض کیهانی هم اضافه میشه که خودش دوباره یک سازماندهی میخواد، تشکیلاتی میخواد و این شورا میتونه چیکار بکنه در کنار خودش مسئله بنیاد خیریه رو هم چیکار بکنه، به اصطلاح مدیریت بکنه، اداره بکنه. لذا بدون یک تشکیلات مدیریتی امکان موفقیت کمه. خب در گوشه کنار بر اساس عدم آگاهی و اطلاع یه دفعه صحبت‌های پیش میاد، شورا سریع هم میتونه چند نفر رو آماده بکنه برای شفاف سازی، بفرسته صحبت بکنن، مسائل روشن بکنن. خب و این کارا همه مدیریت میخواد و بدون این مدیریت راحت بگیم که واقعا خیلی مشکله که بشه موفق شد. پس در واقع مربیان لازمه که آیین‌نامه شورا رو هم مورد تایید خودشون قرار بدن تا به این وسیله اون تحکیم روابط بین دوستان مجموعمون در تبلیغ رو داشته باشیم و از اختلاف نظر و به هر حال تفرقه و بلوا و این ماجرایی که کم و بیش به این صورتهایی هم تجربه هم بالاخره شده که البته عرض کردم خدمتونی قطعا طبیعیست، یعنی به صورت طبیعی چند نفر سه نفر دور هم جمع میشن این سه نفر دوچار اختلاف نظر میشن. خب مسئله دیگه در خصوص تخطی های هست که این تخطی ها موجودیت کل مجموعه رو به خطر میندازه و شامل چند بخش میشه. تخطی های در واقع حالا داریم راجع به تخطی های مربیان صحبت بکنیم. یکی از این تخطی ها عدم حفظ امانت داریست، برای اینکه ما از یه چارچوبی که میدونیم خارج بشیم به زودی دچار تناقض‌گویی میشه و فرصتی پیش میاد برای دشمنان ما که از این تناقض‌ها استفاده بکنن یا به عبارتی سوء استفاده بکنن و مشکل سازی بشه. بنابراین یکی از این موارد و مسائل رعایت اون امانتداری است که نسبت به شعور الهی نسبت به این هوشمندی داریم تا حرفامون با هم دیگه یکسان باشه و بدعتی وارد نشه. به اصطلاح این بدعتا اون استقلال فکری رو که در این خصوص عرفان کیهانی داره به خطر میندازه. توجه بفرمایید که در یک سال و نیم گذشته بحث عرفان کیهانی زیر ذره‌بین‌های بسیار دقیقی قرار گرفت و البته هنوز هم قرار داره. همونطور که اطلاع دارید یکی از چیزهایی رو که به اصطلاح در خصوص شف عرفان ها عنوان میشه این مسئله است که
و خود ما هم روش مطلب داشتیم تو کتاب عرفان کیهانی، بحث عرفان‌های وارداتی. خب یکی از برچسبایی که میتونستن به ما بزنن و در واقع یا به هر عرفانی که وارداتی، ولی خوشبختانه عرفان ما وارداتی نبوده و نیست و این خودش یک امتیاز بزرگی به حساب میاد. ولی اگر کسی بیاد اینو با یه چیزی مخلوط بکنه و از این ور و از اون ور ماجرای رو ایجاد بکنه، از حالت استقلال خارج میشه، بعد اونو زیر ضربی میذارن، بعد مشکل سازی های بعدی، و بعد تا ما بیام ثابت بکنیم که در واقع این یه بدعت شخصی است زمان میکنه. یکی از چیزایی که ما رو حفظ خواهد کرد، یکی از چیزایی که ما رو حفظ میکنه این که استقلال این فکر رو، این اندیشه رو که ایرانی است، اینو نگه داریم، نذاریم با چیز قاطی بشه. البته یه دلیلی داره، اصلا مکتبی است، یه دلیل هم داره به این شکل. دلیلی که از نقطه نظر خود ما هست اینه که ما با شعور الهی کار میکنیم. اگر چیزی رو قاطیش کنیم به این معناست که این شعور الهی کامل نبوده، ما اومدیم کاملش کردیم. یعنی به عبارتی به طور غیر مستقیم این هوشمندی ناقص بوده، حالا ما اومدیم میدونم با یه چیزی از این ور اون ور قاطیش کردیم و کامل شده. خب این بار منفی خواهد داشت. و اگر قرار باشه که ما با مربیگری خودمون ایجاد تحول و کمال بکنیم، لازم هست که اون چیزی رو که عرضه می کنیم پشتوانه داشته باشه. این پشتوانه در واقع روح حاکم بر ماجرا ضد شعورش ایناست که بعدها البته مقدارم تا اینجا آشنایی دارید، اینه که تحول ایجاد میکنه. اگه ما به مرز این که بیایم یه التقاطی ناخالصی چیزی واردش کنیم، از این مسئله خارج میشه. بعد موضوعی میشه که ما اطلاعاتی به افراد دادیم ولی ایجاد تحول نمیتونیم بکنیم. تجربه سالها نشون داده تمام کسانی که اومدن خواستن به یک نحوی این ماجرا رو خدشه‌دارش بکنن و ازش استفاده کنن، به جایی نرسیدن و نتونستن در بین شاگردان خودشون ایجاد تحول بکنن. لذا دیر یا زود کلاسشون شده فقط کلاس. فقط کلاس یعنی هر چقدر هم اطلاعات بدی باز آخر دفعه تحول ایجاد نمیکنه. این اطلاعات نیست که ایجاد تحول میکنه، یک چیزی پشت این ماجرا، یک چیزی پشت کلامه. و برای همینم لازم نیست ماها سخنور باشیم، لازم نیست نمیدونم اطلاعات چی و چی داشته باشیم، لازمه که ما در اختیار شعور الهی باشیم. بقیه کاراشو خودش انجام میده، ما فقط اینجا یک وسیله‌ای هستیم که اون شعور الهی جاری بشه. خب و قرار نیست که ما کار خاصی انجام بدیم، مسئله خاصی انجام بدیم. بنابراین اگر ما تونستیم این روح کمال رو پشت کارمون داشته باشیم، موفقیم. اگر نتونستیم، کلاسی رو خواهیم داشت، بعد دیر یا زود این کلاس به دنبال اینکه تحولی نتونست ایجاد بکنه میشه صرف کلاس. صرف کلاس زیاد هست، زیاد در دنیا، یعنی کلاسی که کورسای مشخصی رو عرضه میکنه و چقدر هم توش حرف و حدیث و نمیدونم اطلاعات گوناگون رو مطرح میکنن، ولی فقط کلاسه. اما اون چیزی که ما دنبالشیم عرضه فقط یک کلاس نیست. پس باید پشت کلام ما چیزی خوابیده باشه که در واقع اونه که کار سازه، نه این کلام ظاهری ما. درست شد؟ پس هر نوع التقاطی، هر نوع عدم امانتداری، هر نوع بدعتی در قضیه، خب ایجاد مشکلاتی میکنه که یکیش مشکل در واقع از بین بردن روح کمال این ماجرا. و بعد در این رابطه
این به اصطلاح بدعت ها غیر از بحث راه به اصطلاح آوردن راه و روش و ماجرای دیگه میبینید در کلام هم در صحبت های ما هم تأثیر میگذاره. یواش یواش یه حرفایی میزنیم که این حرفا هم باز به نوعی موجودیت مجموعه رو به خطر میندازه، حرفایی که صحت نداره ولی دورادور شما میشنوید که افراد مختلف که البته دشمنان ما هستند و با قرض نگفته اینها رو به حساب ما میذارم. وای به حال این که ما این حرفا رو بزنیم، مثل اظهار نظر راجب نماد، اظهار نظر راجب بحث ائمه، اظهار نظر راجب مسائل مختلفی که خودتون در ولایت، اظهار نظر راجب امام عصر جلال الله تعالی فرجه و بقیه مطالبی که خودتون کم و بیش در جریان هستید و این مطالب رو وارد شدن بهش نیاز به تخصص خاص داره و ما بدونیم که در این خصوص خدا نکرده مطلبی داشته باشیم برخلاف اونچه که شریعت ما میگه، درگیر یک سری مسائل عجیب غریب میشیم و حالا تا باز بخوام بیان خودمون رو نجات بدیم که بابا یکی تخطی کرده بقیه چه گناهی کردن، جمع کردن این ماجرا بسیار بسیار کار مشکلی میشه. بنابراین اگر ما با شورا در ارتباط قرار بگیریم میتونیم خودمون رو هماهنگ بکنیم و اطلاعاتمون رو مسائلمون رو چک بکنیم تا اونجا که میشه از دل خودمون، اونجا هم که نشود بالاخره یه جوری مرتبط بشیم و اطلاعات رو رد و بدل بکنیم تا مبادا از این رهگذر مشکلاتی پیش بیاد که نتونیم جمع و جورش بکنیم. بعضی از دوستان البته حرفای و صحبتهایی میکنند و به گوش ما میرسه و واقعیتش اینه که علت ماجرا سوء نیت نیست، علتش عدم داشتن آگاهی کامل، عدم برداشت درسته و خیلی هم تجربه شده همین که درست مطلب رو به اطلاعشون رسوندیم اونا مطلبشون رو درست کردن. همین تجربه در اینجا هم بوده و دوستان خب پس بنابراین اطلاعاتمون رو هم لازم هست که با هم دیگه رد و بدل بکنیم، تبادل داشته باشیم و به اصطلاح بتونیم چیزی رو عرضه بکنیم که با مجموعه سازگاره، نه با عقاید شخصیمون، چون قطعا عقاید شخصی ما خب تعداد هر نفر اگه بخواد یه ذره از عقاید شخصیشو روی مسئله بذاره آخر دفعه یه چیزی از توش در میاد بیرون که ناهمگون و غیر قابل دفاع. دفاع از این مسئله کار بسیار مشکل و تخصصیه و خوشبختانه در این مدت حداقل یک سال نیم گذشته که تهاجما سازمان یافته بوده به خوبی میتونم بگم انجام شده، کاری نداریم که حالا در واقع ابتدا خود مجموعه رو خود ارفان کیانی رو مورد حمله قرار دادن، بعد حالا دیگه بعد از اینکه اون مسئله رو متوجه شدن نه به عنوان یک واقعیت وجود داره بحث ترور شخصیتی و کوبیدن شخصیت افراد مجموعه و این دو چیزا رو الان زوم کردن، آره تو این مرحله هستیم. ولی اگر از بخش اول چیزی رو نداشته باشن خب مسلماً بخش دوم رو هم ما رفع اشکال خواهیم کرد که به اصطلاح مستمسکی دست کسی ندیم و مجموعه رو حفظش بکنیم.
یه مطلب دیگه البته حالا من اینا رو میگم شاید دوستان سوالات خاصی راجع به این قضیه داشته باشن، ولی یه کلیاتی رو که ما صحبت کردیم مقدمتا امروز صبح من خدمتتون میگم. یه مطلب دیگه این هست که بعضی از دوستان تصور میکنن که تششع دفاعی یک بیمه است و حالا که ما تششع دفاعی داریم دیگه هر تخلفی بکنیم کردیم، هر جور زندگی بکنیم کردیم. یک موضوع رو خدمتتون بگم که موضوع تششع دفاعی ایجاد یک پاکسازی میکنه. اما فرض کنیم که ما پاکسازی کردیم، آیا کار تمومه؟ آیا کار تمومه؟ دیگه میتونیم بگیم که خیلی خوب ما پاکسازی کردیم و خیالمون راحت. پیشگیریه بعد از پاکسازی تازه لازمه که ما پیشگیری بکنیم که آلودگی برامون پیش نیاد. یک مشکلی رو که ما داریم اینه که دوستان درس‌های مربوط به تششع دفاعی رو در واقع یا مرور نمی‌کنن یا مد نظر ندارن، صرفاً به اعمال مکانیکی تششع دفاعی توجه کردن و توجه میشید. و الان ما از این وقت پاکسازی میکنیم، خروج انجام میشه، از اون وقت تخطی میکنیم خب و آلوده میشیم، یعنی خروج ورود یا ورود خروج و پاکسازی دوباره آلوده شدن. مثلا فرض کنیم که ما یکی از درس‌های مهمی که گرفتیم این بود که به اصطلاح عدم حد که حرمت هر ذره از ذرات عالم هستی، هر ذره که یه وچولا، هر جایی که وچولا از سمتی وچولا، یعنی در واقع رسیدن به احترام نسبت به تجلیات الهی. خب حالا اگر اینو نقضش کنیم مورد حمله قرار میگیریم، چه تجلیش و دفاعی داشته باشیم چه نداشته باشیم. خب و پاسداران هستی در قبال تخطی های ما به ما حمله بر میشن. حالا چه تششع دفاعی داشته باشیم چه نداشته باشیم، هیچ کدوم از ما مسئولیت نداریم، فقط در این مأموریته که فقط در این مأموریت مسئولیت داریم، حفظمون میکنن، ولی بعد از اون دوباره تخطی ما با هم فرق نمیکنه، دوباره آلودگی میاره. و لذا دوستانی تصور میکنن که با داشتن تششع دفاعی دیگه یک جور بیمه شده، حتی ممکنه اقدام میکنن روش های دیگه ای رو هم قاطی کردن و استفاده کردن و به صرف این که خود تششع دفاعی از آلودن بشیم خب چیز میکنه دیگه، پاکسازی میکنه. بنابراین اینا نکاتیست که ما باید به خوبی توجه داشته باشیم بهش. یه مطلب هم که صحبت شد و در واقع ما هم به گونه هایی باش رو در رو بودیم، موضوع دل بستن به فرادرمانی است. خاطرتون اگر باشه ما در ترم یک همون اولین جلسه این مطلب رو خاطر نشان میکنیم که فرادرمانی یک اسباب بازی است، یک بازی است اصلا، و ما به این بازی وارد میشیم و به اصطلاح در حاشیه این بازی و در ضمن این بازی با شعور الهی آشنا میشیم. اما در واقع برادرمانی یک چیزی نیست که ما بهش دل ببندیم و دیگه دو دستی بگیریم ولش نکنیم. بعضی از دوستان ممکنه با اومدن به دوره فرادرمانی تششع دفاعی یه دفعه جذب صرفاً اعمال مکانیکی یا بحث فرادرمانی تششع دفاعی میشن و بعد دیگه هم برش نمی کنن. دیگه یادشون میره که هدف اصلی چی بود. هدف اصلی در واقع حالا اون کمال و پیدا کردن این مسائل دیگه بوده. در حاشیهش به علت اینه که ما باید همیشه کارگشا باشیم، یعنی در حاشیه زندگی ما باید همیشه یک چیز موضوع کارگشایی هم به موازات بیاد جلو.
خب الان فرادرمانی و تشعشع دفاعی هم به عنوان یک ابزار و وسایلی در زمین کارگشایی میتونه به ما کمک بکنه، ولی قرار نیستی که ما هم به اصطلاح همه چی رو ول کنیم بشیم فقط فرادرمانگر و فقط در واقع تشعشع دفاعی گر. بنابراین موضوع ما البته داشتیم و داریم، افراد بسیار زیادی که میان با این دو تا دوره آشنا میشن و همین براشون کافیه، همین رو میخواد، مخصوصا از کادر پزشکی و روانشناسی، کادر درمانی کلن میان این دو تا دوره رو خیلی هاشون میبینن، چون در واقع باید سر و کار دارن برای حرفش مناسبه، این براشون اکتفا میکنه دیگه، برای اونا جذاب نیست که بدونن لوح محفوظ چیه مثلا، یا نمیدونن بقیه مسائل چگونه، خب میرن. حالا ما میگیم اونا حرفشونه و به تبع حرفشون اومدن. یک نفر که از بیرون میاد به ما وارد میشه و به هر کی نگاه میکنه فقط فرادرمانگری میبینه، تشعشع دفاعی میبینه، و مخصوصا بعضی از دوستان و حالا از دوستان مربیمونم همون دوره اول بلافاصله میزنن به تشعشع دفاعی و دیگه این ماجراها، و افرادی هم که وارد شدن یه دفعه بود زده، حیرت زده از یه دنیایی که اصلا شناختی نسبت بهش ندارن، و خب خیلی ها به علت همین عدم آشنایی به یه شکلای زده میشن و فاصله میگیرن، در حالی که ما میبایستی با ظرافتی عمل میکردیم، ابتدا به ساکن مسئله اثبات شعور الهی، بعد یواش یواش، کمان که خودتونم همین مراحل رو تقریبا اینجوری طی کردید، تشبه بردید و به اصطلاح با مسائل به گونه پله پله آشنا شد. لذا حالا این مسئله از بیرون هم عنوانها و مسائل برچسبی خاصی هم میخوره، برای اینکه طرف اومده هنون نمیدونه چی به چیه، یه دفعه میبینه یکی میگه جن فلان و ما بیشار، حالا اون اسمی هم که ما گذاشتیم هم لااقل بعض موقع ممکن نیارن که اسمای چیزی باشه، شروع میکنن راجع به چیزایی، بعد چون از بیرون سمپاشی شده خب و نام این سری چیزایی شده جنگیری نمیدونن این ماجراها، بدون اینکه اون افراد از کم و کیف قضیه مطلع باشن و از ارزش کار تحقیقاتی شما با خبر باشن، پیش زمینه که براشون ایجاد شده اونا میگن ها درست گفتن، پس درست میگفتن که نمیدونم دیگه، نمیدونم ماجرا از چه قراریه، لذا فرار را برقرار ترجیح میدن، و این یک مسئله است که متاسفانه اتفاق میفته. یه مسئله دیگه که باش مواجه هستیم بحث آگاهی است، بحث تعریف آگاهی است. همونطور که استحضار دارید و مخصوصا دوستانی که دانشگاه تشریف آوردن شرکت کردن، یه مسئله در حاشیه کار ما ادامه داره، یعنی از همون دوره یک که میان جز چیزهایی که در اون قرار میگیرن و شما به عنوان مربی اون چیزی رو که دارید استارت میزنید برای اونا انجام شده و برای شما انجام میشه، فعال کردن سنسورهای فرازهنی است، و فعال کردن بخشهایی است که قراره در این مورد به کار گرفته بشه، چه در خواب و چه در بیداری. آنچه را که ایجاد میشه اسمش ایجاده، که ما بهش میگیم هوش، وابسته به الهامه، الهام وابسته به سنسورهای فرازهنی است،
یعنی اگه ما میگیم بریم شیم تو ارتباط، حالا دنبال یه چیزی هستیم، اسمشو میذاریم آگاهی، الهام، هرچی میذاریم، در واقع اینم یک بهانه است برای اینه که ما در معرض اون جریانه قرار بگیریم که سنسور فرازینی فعال بشه. خب محصلش هم همین شعرهایی است که دارید، همین حالا دریافتهای مختلفی است که داریم و تغییر الگوی خوابی است که دنبالش هستیم و حالا از این جا به تئوری‌های جدیدی هم برمی‌خوریم که برنامه پذیر بودن الگوی خواب. خب همچی چیزی نداریم ولی تجارب شما نشون میده که داریم، میتونیم داشته باشیم. بنابراین ما میایم و از همون ابتدا به اصطلاح برنامه ما این بوده که در معرض این قضیه قرار بگیریم. اما در حاشیه مسئله تعریفایی هم کردیم و پایه‌هایی رو به اصطلاح بنیاد گذاشتیم، تعریف کردیم که بر اساس اون بتونیم آگاهی ها رو تجزیه و تحلیل بکنیم، آگاهی ها رو بشکافیم، تجزیه تحلیل بکنیم و ببینیم که کدوم بخشش به درد ما میخوره، کدوم بخشش به دردمون نمیخوره. بنابراین اومدیم قانون صلیب، قانون بازتاب، اینها رو تعریف کردیم که چه در خواب و چه در بیداری از اونها به اصطلاح برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آگاهی ها استفاده بکنیم. اما به کرات مشاهده میشه که افراد آگاهی ها رو تجزیه تحلیل نمی کنن. میخوام بگم اصلا نمی کنن، نمیخوام بگم می کنن و بعد قرض دارند و مثلا میان و بحث بخش منفیش رو به مطرح میکنم. میخوام بگم که دنبال تجزیه و تحلیل اطلاعات و آگاهی ها نیستن، لذا اون قوانین رو که عرض کردیم اینجا به کار برده نمیشه و یک سوء تفاهماتی از اینجا به بعد پیش بیاد و مشکلات زیادی در این رابطه ایجاد میشه. خب توضیح دادیم در واقع اون قوانین به ما میگه که مثلا فرض کنید اگر آگاهی برای ما بیاد راجبه یک کسی که آگاهی برای من بیاد ایشون این کارو بکنه یا ایشون این کارو نکنه یا آگاهی‌های مختلف، این چی بودین؟ شبکه منفی. شبکه مثبت نمیاد راجبه این مسئله در مورد فرد اظهار نظر بکنه. فرد باید خودش پیدا کنه که تصمیم میگیره چیکار بکنه، چی بشه، چی نشه. خب این حالا ما به که برخورد میکنیم یا به گوش اون میرسه که میدونم یکی براش آگاهی اومده که مثلا یه نفر دیگه یه کاری رو انجام میده. البته اینا که میگم راجع من معنوی هم صدق میکنه، یعنی قانون صلیب و قانون باستا باز دوباره در مورد من معنوی هم صدق میکنه، چون راجع من معنوی هم توز سوالات و اشکالات دوستانمون هست و صدق میکنه. بنابراین اینو تذکرم میدم که این قوانین در مورد من معنوی هم صدق میکنه. خب حالا آگاهی در خواب بیاد، ما صبح بلند شیم میبینیم که احساس ترس داریم، احساس یأس و ناامیدی و اینا، این چی میشه؟ شبکه من، شبکه مثبت اطلاعات و آگاهی هایی نمیده که ما دچار ترس، اضطراب، ناامیدی و این دو چیزا بشیم. به عنوان مثال خدمتتون میگم، یا اطلاعاتی که نقض اختیار بکنه یا به هر حال همونه که توضیح دادیم خدمتتون در قانون باستو. خب پس لازمه که همه ما اطلاعات خودمون رو قبل از اینکه به زبون بیاریم، قبل از اینکه مطرح بکنیم، یه ارزیابی بکنیم. خب حالا از دور خارج نیست که یا سر از این اطلاعات و آگاهی ها در میاریم، چون آگاهی هایی که میاد یا پیامه، یعنی پیامی است که قبلا شنیدیم، مثل مثلا فرض که آگاهی میاد برای حفظ وحدت. خب قبلا هم میدونستیم
وحدت وجود و حفظ وحدت و اینا رو قبلا هم اطلاع داشتیم، یا اینه که آگاهی اطلاعات جدیده که قبلا نداشتیم. در این حالت، در این وضعیت باید به دو مورد، به دو چیز مختلف برمی‌کنیم، دو دسته اطلاعات. یه دسته میاد آگاهی جدیدیه و الان متوجه میشیم و خب مسئله حل، به یک چیز جدید دسترسی پیدا کردیم. یک حالت دیگه زمانیست که در حال حاضر میبینیم از این اطلاعات سر در نمیاریم، خود این اطلاعات دوباره به کشف رمز نیاز داره و در واقع بسیار از اطلاعات هست خود ما هم داریم هنوز مطرح نمی کنیم به دلیل اینکه نمیتونیم کشف رمزش کنیم، لذا میذاریمش تو بایگانی، گذاشتیم تو بایگانی، هر موقع فهمیدیم ازش استفاده میکنیم، نمیایم بگیم، حرفش هم نمیزنیم. میدونین چرا؟ چون اگر ما بیایم بگیم، یکی میاد میگه که شما که میگین آگاهیه، یالا به من بگوین چی؟ اگر ما نتونیم براش توضیح بدیم که این چیه، موچه اونو میگیره، میگه بله، اینا همش پرت و پلاست و فلان و بسار، هم ما تعذیب میشیم، هم یه مستمسی که باز داریم دست اون، داریم دست اون فهم. بنابراین ما قبل از اینی که آگاهی ها رو مطرح بکنیم، لازمه خودمون ارزیابی و برآوردی روی اونها داشته باشیم تا ببینیم و بدونیم آیا آگاهی مثبت منفیه. اگه مثبت الان قابل عرضه هست یا آماده نیست. بعضی موقع هم اصلا ممکنه ما تشخیص ندیم که این مثبت یا منفیه. چی باید بشه؟ بایگانی. میره تو بایگانی تا زمانی که ما اطمینان حاصل کنیم مثبت ازش استفاده کنیم یا منفی بندازیمش تو. درست شد؟ پس ما در واقع هرچی اومد فوراً نمیریزیمش روی چیز، مگر بخوایم با کسی مطرح بکنیم و بخوایم تجزیه تحلیلش کنیم، بخوایم دو سه نفری دور هم جمع بشیم یه آگاهی رو تجزیه تحلیل کنیم ببینیم چطوریه. بنابراین در این خصوص این آگاهی رو، این مطلب رو، چه من معنوی، چه خود به اصطلاح شبکه ها داده باشن، نیاز به یک بررسی هایی داره که بدون این بررسی ها ممکنه ما در واقع بیایم مطالبی رو بگیم و بعداً ایجاد مشکل بشه. خب چند تا موضوع که جز موضوعاتی بود که صبح مطرح کردیم و لازم بود که توضیح بدیم خدمتون، این هاست. یه مطلب دیگه این هست که لازم همه مربی ها در سر کلاس هاشون صداشون رو حداقل ضبط کنن. یک موضوعی که ما رو نجات داد، یعنی عامل نجات خوبی بود در سال گذشته، علی رغم بچه‌اش‌های بسیار زیادی که به ما زدن و شما مطلع هستید، داشتن سند و مدرک بود. اسناد یعنی مثل فیلم، صدا، برات عمدتا ما برای همین جلساتون فیلم داشتیم. خب و اتهاماتی که میان میزنن و معمولا شما میدونید الان در اینجا پیش اومده در خو یا در اینجاها که یه اتهام یه دفعه میان میزنن رو حواس، این چیزی هم نداره. شما مثلا دارید تبلیغ فلان یک کلمه حرفه، اون وقتی شما سند و مدرک داشته باشید و صداهاتون رو حداقل ضبط کرده باشید، حالا فیلم برداری که دیگه خیلی عالیه، در اون صورت میفهمید که به چه دلیلی ما سند داریم، حرفایی که زدیم، که کلاسمون سند داریم، فیلم داریم، ما داریم. شما چی دارید؟ شما رو چه حسابی میفرمایید که ما تبلیغ این مسئله رو مثلا یا هر چیز دیگر رو داشتیم؟
لذا اونا مجبور میشن که بیارن سند و دلیل و مدرک ارائه کنن. اگر بدونن ما چیزی نداریم، خب چیزی بدونن ما چیزی نداریم، محکم وای میسن میگن نه خیر همینطوریه. ولی اگر ما چیزی بدونن داریم، این مسائل منتفی میشه و ما از این بابت این تجربه خوب رو داشتیم که با داشتن سند و مدرک ثابت کردیم که ما هیچ حرف که مخالف با شرع، خب با شرع مقدس اسلام باشه ما نداشتیم. لذا توصیه اکید، حالا من نمیدونم تو جمعمون هستیم داریم تشریک مسائل میکنیم، ببینید دردسر برای یکی از دوستان دردسر برای همه است. یعنی یه مشکل اینجا برای کسی پیش بیاد، ما در تهران ناراحتیم، یکی هم در اهوازه وقتی بشنوه که دوستان تبریز ما یا خو یا هر جای دیگه برایشون مشکل پیش اومده، اونا هم دچار به اصطلاح تنش ذهنی و غیر و اینها میشن. بنابراین ما بیایم در بین خودمون اگه ببینیم یه مسئله واقعا موثره و خوبه، بین خودمون بکنیمش یک چی میگن، یک اصلی که دیگه افراد ملزم به رعایتش بشن. یعنی بیایم بگیم که هر مربی که کلاس داره معذب سی دی کلاسشو حالا حداقل تصویری داشته باشه. با موافقین؟ حداقل صوتی، خب حداقل. حالا اگه دوستان بتونن تصویری نگه دارن که دیگه خب خیلی بهتر. البته مطالب دیگه هم صحبت شده، نمیتونم بگم من در واقع در خصوص شهریه بود، در خصوص چیز بود، اشکالاتی که دوستان تبریز رو دوچاره، خب بالاخره اختلاف کلام و اختلاف رأی و اینها کرده توجه بفرمایید که لزوم دریافت شهریه رو شما دوستان عزیز میدونید. خودونم ما خب سالها تجربه کردیم و بعدش به این نتیجه رسیدیم که اگر شهریه نگیریم به ما انگ سیاسی و غیره و غیره میزنن و فکر میکنن که ما داریم کار میسیونری و نمیدونم اینا رو میکنیم و داریم از یه جای تأمین میشیم و داریم کاری میکنیم که افراد رو جذب مثلا یه فکری بکنیم. اولین سوالی که از ما میشه در جایی که هست اینه که محل درآمد شما، منبع درآمد شما، این قابل قبولی شما بگی که من یه جای دیگه میرم کار میکنم بعد میام رایگان یه سری رو فرادرمانی بهشون تدریس میکنم؟ این چیز نیست متاسفانه. خب من خودم در دههای قبل در واقع از محل درآمد شرکتم، شرکت و کارگاهی که داشتم، چیز میگردم نیازی به مسئله در واقع شهری و غیره نداشتم و در حاشیه کارم این مسئله رو ادامه میدادم. ولی به زودی مشکلاتی پیش اومد که من خدمتون بعضاشو گفتم، نمیخوام برم تکرار مکررات و اون بحث دلایل دریافت شهریه رو شما مطالعه کردین. حتی افرادی از بستگان خود کسانی که به کلاس اومده بودن میومدن مدعی که شما رو چه حسابی دارین مثلا دختر منو درس میدین، رو چه حسابی دارین همسر منو درس میدین، رو چه حسابی دارین پسر منو دوندام و اینجور مسئله، رو چه حسابی؟ ما یه دفعه مثل اینکه از یه خواب عمیق بلند شدم، راست رو چه حسابی؟ خب رو چه حسابی؟ ما چرا باید؟ ما که میخوام خیر بکنیم چرا باید بریم به اصطلاح زیر یک برچسب پایی؟ و دوستان جمع شدن مثل خود شما ها جمع شدن گفتن که این کار فقط یک راه داره، اعمال تشریفات، بگیم عکس بیاره، بگیم آقای فرمو پر کن، بگیم این کارو بکن، شریعت رو به حد کن میاد و اینطوری. حالا اگه این موقع بابای
یه پسر یه دختری بیاد بگه که شما رو چه حسابی بچه من دست میدین، میگه ما رو چه حسابی چینا اومده این فرم پر کرده، این عکس رو آورده، این کپی شناسنامه رو آورده، این هم شهریش. بنده هم اینجا نشستم در واقع این کارمه، مثلا یه حداقل چی مثلا دیگه از این که چیز در نیست، نهایتا اینه که بگن کلاهبرداریش، بگن کلاهبرداریش بهتره تا اون یکی انگا، مخصوصا حالا انگ سیاسیش ببینیم یا اون دیگه خطرناکه. از کجا میارین؟ اگه بگه که من همه خودم دارم خرج میکنم، میگن نه خودت نه، از یه جایی داره برات پول میاد که شما اینجا رو اجاره بکنی، این صندلی ها رو بچینی، بعد یک سری رو شروع بکنی به تعلیم دادن. خب این اصلا شایسته یک حرکتی نیست که میخواد خدمت انجام بده، میخواد ثواب کنه بعد کباب بشه. خب بنابراین دریافت شهریه برای اینکه جلوی خیلی از مسئولات سیاه لشکر و همین رو ما تجربه کردیم، یعنی ما تجربه کردیم کامل کردیم، دیگه لازم نیست بقیه بیان تجربه که نمیدونم شکست خورده رو دوباره اونا روز از نو تکرار بکنن. حالا البته حرفای میزن از بیرون، یارو میاد که آقا ارفان که پولی نمیشه، میگه آقا ارفان ما پولیه، متاسفانه متاسفانه یک هنری که ما داریم اینه که ارفان ما پولیه، حالا چیکار کنیم؟ خب یعنی اینا بهتره، اینها در واقع بهتره. البته ما هم جوابهای میدیم، ما این موقعی یه زبون درازی های میکنیم، میگه خب شما مثل ما پول بگیرید ببینیم چند نفر میان میشینن پای مثلا صحبتاتون، شما تازه چای میدین چی میدین برام میکنین، باز مشکله. ما که در واقع پولی هم میگیریم، حالا هر کس طالب بوده، چون ما دنبال طالبیم، ما دنبال این هستیم که ببینیم چه کسانی خریدار موضوع هستن، خریدارن. خب اینم یه تستی است و نشون میده که بله واقعا همونطور که شما ها بودید خریدار بودید، وقت گذاشتید، پول دادید، نمیدونم همین کار رو کردید، ثابت کردید خریدارید. و حالا اون برای قضیه ما میدونیم که اینقدر ما هزینه داریم که این مسئول اصلا توش گمه، اگه جایی میاد که اصلا خودمونم نمیتونیم چطوری اومدیم، و اگر این پولم خرجین را نمی کردیم هیچ تأثیر تو زندگی ما نمیگذاشت. خب نه، ما یه هزینه هایی داریم در حاشیه زندگیمون که اینا توش گمه، عیب نداره به خاطر کمال خودمون بیایم هزینم بکنیم برکتش رو ببینیم، یعنی اینا ارزش داره که ما برای کمال خودمون از پول بگذاریم، از وقت بگذاریم، از تفریحمون بگذاریم، از همش بگذاریم، این لذت داره، این ارزشمنده و برکت خودش رو با خودش به همراه میاره. خب پس بنابراین شهری باید گرفته بشه. اما میایم در حالا به یک مشکلاتی برمیخوریم و اون عدم هماهنگی بین افراد مختلفه که اون وقت از بیرون مشکل ساز میشه. مثلا فرض کنید که اگه یکی بیاد برای یه دوره مثلا فرض کنید 10,000 تومان بگیره، یکی 30,000 تومان بگیره، یه دفعه یه نفر از بیرون میگه این چرا ارزون فروشه، اون چرا گرون فروشه، بعد این چرا اونجوری، این چرا اینجوریه، و بعدم یکی میگه خب اون حتما 30 تومن میگیره، لابد لول کارش خیلی بالاست، مثلا اینی که 10 تومن میگیره لابد نمیدونم چیه. بعد از بیرون یه سری مشکلات پیش میاد، از درون یه مشکلات دیگه. از بیرون خلاصه ماجراها اون چیزای ما رو همه رو به هم میزنه و افراد رو دوچار یه تضاد فکری میکنه که این چه جریانیه که توش حالا یکی میگیره 10 تومن، یکی میگیره 50 تومن. حالا مثال از داخل هم یکی که میگیره 10 تومن، نمیدونم اگر خب چند نفر بیشتر جذب بشن اونی که نمیدونم چیکار کرده یه جور فکر میکنه، اونجوری که اونی که نمیدونم، خلاصه یه اختلاف نظرها و درگیری های داخلی هم در واقع ایجاد میشه و به دنبال تظاهر این درگیری و اختلاف نظرها
حالا دوباره مردم از بیرون میگن و این چه عرفانیه که اینا خودشون افتادن جون خودشون. خب این چه عرفانیست؟ لذا چهار نفرم که میخوام بیان بهره‌مند بشن با دیدن یه صحنه اختلاف و درگیری میرن پوسترشون رو نگاه نمیکنن، میگن بابا اینا که در واقع هنوز نتونستن مسائل ابتدای خودشون حل کنن، اینا میخوان برای کمال تصمیم میگیرن و برای کمال راه گشا باشند و راه رشد برای ما تدارک ببینن. مسلماً یک زدگی بسیار عمیقی ایجاد میشه تا ما بخوایم بعدا اونا رو دوباره دسترسی پیدا بکنیم و بگیم بابا این تو نیست، این یک ظاهره، باطن چیز دیگری است. اینا در واقع رشد ماجرا رو عقب میندازه، ضرر و زیانش بیشتر از این است. بنابراین یک حد اقلی با یه تولرانسی، یه حد اکثری. حالا این حد اقل و حد اکثر، حد اقل یه چیزی رو تعریف میکنه، حد اکثر هم یه چیز تعریف میکنه که حالا اگر در شرایطی لازمه کسی بر حسب نیازش اینا مثلا خود بیشتر بگیره، اونم و افراد هم آمادن این به دلخواه این همچه کمکی رو به مجموعش بکنن، اشکالی نداشته باشه. ولی نه اینکه یه دفعه تعادلای به طور عجیبی به هم بخوره. خب خوشبختانه ما در تهران در جای دیگه این مسئله این وحدت نظر بود، چندان مشکلی حالا شاید جز در یکی دو مورد که من در این سالا شنیده باشم مشکل خاصی نداشتیم. اینجا هم حالا به هر صورت امیدوارم که موارد زیاد نباشه، ولی هم تو تجربه ما هست جا داره که بهش اشاره داشته باشیم و تو مسائل بیاد. و حالا در این حاشیه یک موضوع رو که قرار دادیم از ابتدا به ساکن، برای اینکه این شورا بتونه روپای خودش بایسته خدماتی رو به شما عرضه بکنه، ساپورتی برای کارهای شما باشه، بتونه نه در کوتاه مدت، در طولانی مدت عرض کردم خدمتتون، مثلا شما اگر یک کمیته قرآن پژوهی داشته باشین در اینجا کلی برای شما کسب حیثیت و آبروه، و در یک موارد دیگه چالشی پیش بیاد شما کسانی رو دارید که بیان وسط بگن که خب این اینه 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 و موضوع رو باز کنن. شما اگر یک کمیته عرفانی، کمیته حقوقی، کمیته پزشکی رو داشته باشید در طولانی مدت در پیشرفت کار خود شماها کمک میکنه و موثره. بنابراین شورا باید بتونه رو پای خودش بایسته. حالا بخواد رو پای خودش بایسته چیکار باید بکنه؟ جا باید داشته باشه، بالاخره هزینه تلفن داره، مسائل مختلف پیش میاد. حتی امروز من پیشنهاد دادم که اعضای ثابت داشته باشه، اعضای ثابتی که یعنی در واقع جزء ارباب جمعی شورا باشن و بتونن مسائل مختلفی رو خصوصا از حالا بعدم با توجه به گستردگی ها هماهنگی بین شورا، هماهنگی بین کمیته های مختلف، برگزاری جلسات اونها، هماهنگی با بنیاد خیریه و همین کار رو میخواد انجام میشه. بنابراین چی میخواد؟ بودجه. خب راه خدا چی میخواد؟ راه خدا یه مسجد با چی علم میشه؟ یه مسجد کارش با چی میگرده؟ خانه خدا با چی میگرده؟ میدونید اگه پول نباشه، خب پول نباشه رفتن حج و اصلا برقراری اونجا و هوای سرد و هوای خنک و امکانات طواف و رفت و اومد و ببین چراغ و نور و لامپ و اینا چی میخواد؟ پس راه خدا برخلاف اینکه برجا کنن که اینکه پول نمیخواد، نه خیر، اون چراغی که زیرش تو مسجد نشستن خب قبض براش میاد یا نمیاد؟ قبض آب میاد براش یا نمیاد؟ قبض برق میاد؟ قبض تلفن میاد؟ همه چی میاد؟ یه خادم داره، حقوق میخواد، نمیدونم چی میخواد. پس در واقع
هزینه داره. آنچه که در خدمت راه خدا هست اونم هزینه داره، اونم در واقع پول سر پا نگرش داشته و بودجه میخواد. بنابراین این شورا هم به اصطلاح نیاز به بودجه داره. تا امروز به اصطلاح از محل حالا همون کمکایی که شما کردید، کمکایی که شما داشتید به شورا، حالا در قبال شاگرداتون مبلغی رو به شورا کمک کردید، شورا تونسته رو پای خودش بیسته و خب کار به کارش ادامه بده. انشاءالله از حالا به بعدم همینطور خواهد بود و در واقع این مطلبی که اینجا در اینجا هست کمکی است که شما دارید به مجموعه خودتون، به مجموعه شهر خودتون دارید میدید و جیب به جیبه، یعنی از این ور میدید از اون ور اونم داره در تدارک پشتیبانی از شما. حالا تا امروز نمیگیم دستش خیلی باز بوده، برای طولانی مدت شما اثرات این قضیه رو به اصطلاح مشاهده میکنید. همین که بتونه بین شما انسجام برقرار بکنه وقت شما با خیال راحت میتونید کلاس داشته باشید، میتونید کار داشته باشید. اما اگه این نباشه بین شما هماهنگ کنیم، ما خودمون هر روز دو نفر دست به یقه هستن بالا به عناوین مختلف. یه روزی میگه من بهتر عرفان کیانی میگم، اون میگه نه من بهتر. یه روز دیگه میگه که من نمیدونم آگاهی برام بهتر میاد، اون میگه نه من بهتر. بعد روز دیگه چیز دیگه. بعد مردم میشینن از دور ما رو مورد تمسخر قرار میدن که ببینید اینا اینم اهل عرف، اینم اونه که میخوان کیفیت شناسی رو عرضه بکنن و زمینه رشد کیفی رو فراهم بکنن. بنابراین که البته ما کمک ما حرفی نداشتیم، از ابتدا هم اعلام کردیم ما آماده‌ایم از تهران هر جور کمکی بکنیم، آماده بودیم، آماده هستیم. ولی بعضی از دوستان امروز هم توضیح داد، امروز هم این مطلب رو خاطر نشان کردن، حالا سرکار خانم عسکری بعضی از دوستان، و گفتن نه ما دوست داریم تبریز خودش رو پای خودش پایسته، نه اینکه ما بیایم از تهران کمک بگیریم، مثلا فرض کنید حالا به نوعی که ما بتونیم بودجه خودمون و اینا رو چیز کنیم. ما حالا این بحثی است که میکنن، ما البته به این موضوع اعتقاد نداریم، فرق نمیکنه ما و اونجا و در واقع مجموع در سر تا سر ایران به هم وابسته هستیم، به هم تعلق داریم. حالا اگر این خودش به هر حال یه زمینه میشه که دوستان در اینجا با همکاریشون با شورا و کمکشون به این، ما در واقع میگم یک جا هست که فکر میکنیم در قبال یک شاگرد باید اینقدر بیدیم شورا، یک بار اینجور فکر میکنیم شورا نشسته مثلا در یک جایی یک گردنه ایست و حالا قراره که مثلا در واقع بخشی از درآمد ما رو بگیره. یک وقت هست داریم به عنوان کمکی به مجموعه ای داریم روش فکر میکنیم. اگر به عنوان کمک بهش فکر کنیم خب حتی ممکنه بعضی داوطلبانه بیان به اصطلاح، کما اینکه در این مورد اخیر مسائل جابجایی که بوده و به پول و اینا نیاز بوده، نیاز بیشتری بوده، بعضی از مسترها شنیدم اعلام آمادگی کردن که ما کمک بیشتری میکنیم تا اون کسب بودجمون جبران میشه، درسته؟ خب پس اگر ما بیایم مطلب رو عیناً نگاه بکنیم و در فضای اون قرار بگیریم، مسئله برای تو بهتر توجیه میشه، بهتر متوجه میشیم تا زمانی که بخوایم به یک صورت دیگری نگاش بکنیم. همین صحبت ها خلاصه سرتون رو درد آوردم. واقعا من دوست نداشتم که صرفا میخوام با همچین مطالبی یه همچین موقعیت خوبی رو با هم سپری بکنیم، ولی طرح این مسائل و پیگیری و به نتیجه رسیدن روی مطالب در حال حاضر از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، یعنی در واقع علت و انگیزه اصلی اومدن من به اصطلاح به تبریز و اینکه این افتخار نصیبم شد، اومدم که این پیام رو به اصطلاح
یک بار دیگه برسونم پیام وحدت، به اینکه یک بار دیگه با همدیگه بیعتی رو ببندیم و منم افتخار اینو داشته باشم که واسطه بین شما و شورا باشم که از حالا به بعد خبرهایی که از تبریز داریم خبرهای بسیار خوبی باشه، مبنی بر اینکه همه تونستن به بهترین وضعی به هم نزدیک بشن و انسجام و وحدت رو در این شهر به صلاح حفظ کنن و نذارن سابقه این شهر در این رابطه خراب بشه. ما حالا به هر حال این مطالبی بود که در وهله اول برای ما حائز اهمیت بود که با هم وحدتمون رو داشته باشیم و از بروز تفرقه، دو دستگی و چند دستگی در واقع جلوگیری بکنیم. بخش بعدی مشکلات ما در تبریز مربوط میشه به برداشت های مختلف از یک موضوع واحد که در واقع شفاف سازی است. اینا مسائل مدیریتی بود، مسائل شفاف سازی که با سوالات دوستان انشاءالله بتونیم این موضوع رو هم حالا تا حدی که وقت اجازه میده امروز شفاف بکنیم. حالا انشاءالله در جلسات بعدی که امیدوارم بتونیم برقرار بکنیم مخصوصا در رابطه با بنیاد خیریه‌مون بپردازیم، اگه باقی مونده، اگر امروز که علوپس شد که بسیار بسیار خوب و عالی خواهد. خب من آمادم که اگه سوال حلالم کنیم به خاطر زهرهایم که در قدرتم تجلی یافت، به خاطر اندوهم که جهانی را برآشفت، به خاطر یتیمی که دستانم بر سرش نوازش ننهاد، حلالم کنیم. به خاطر پیرمردی که نان خشکش را در آب جوی گلالود من خیس نمود، حلالم کنیم. و به خاطر خطاهایم، به خاطر شعرهایم و طنزهایم، حلالم کنیم. امروز روز آخر است، دیگر فرصتی برای جبران نیست. شما خود می دانید که من محکوم زمانم و زندانیم در مکان. به خاطر این حکم و حرمت این زندان، حلالم کنید. پرگار خلقت رسم دایره خیش را فردا به پایان خواهد رسانید. وقت تنگ است و خطایم گسترده. پایان داستان، شروع و رجوع نزدیک است. به خاطر تکرار رسم دایره، حلالم کنید. عدالت کیهانی و ترازوی دقیق عدلش به قضاوت شعور لایتناهی کیهانی، عدالت کیهانی و ترازوی دقیق عدلش به قضاوت شعور لایتناهی کیهانی خبر از دادرسی پر التهابی را از ماجرای زندگی من می‌دهد. و گرچه این حکم یقیناً علیه من است، من به آن شعور کیهانی خواهم گفت به خاطر شعور کمم، حلالم کنید. ای جهان هستی، قسم به دنیای بیکران ذرات تو، قسم به تو که من همچون ذره‌ای در خود پاس داشتی و همانند یک ذره در من نهان شدی. قصد من از رنجش ذرات تو جز تجربه جاهلانه‌ای بیش نبوده. پس از زبان من به ذرات خود بگو، حلالم کن. اکنون که سینه ام شرح شرح از فراق و اشعارم قطعه از اشتیاق گشته، به خاطر این فراق و اشتیاق، حلالم کنید. جای عرفان رحمانی خالی است. من به نام محمد علی طاهری در جهانی آتش از عرفان کمال نهال وحدت و یگانگی را خواهم کاشت و فرزندانم پس از من نیز هزاران نهال از این درخت تنومند را خواهند داشت.
یادمان باشد در میان انبوه این درختان بهشتی همه راه ها به او منتهی خواهد شد. به خاطر این اندیشه پاک و راه پر از حقیقتم حلالم کن. مربوطی به یکی از دوستان بود، یه آگاهی هست که هید یکی از درمانهاشون با یه نفر به طور سهوی دچار یک اشتباهی شده بودن، بعد به عنوان حلالیت طلبی از ایشون یه حلالیتی خواسته بودن، دنبالش این مطلب به این شکل آمده بود. من دیدم واقعا از زبان خودمون که مستر هستیم حتما نیاز به حلالیت طلبی داریم و این متنو این مطلب رو خدمت دوستان تقدیم بکنم. دوستان عزیز، دوستانمون در شورا و یه تابلوی رو به رسم یاد بود برای استاد آماده کردن. در ادامه برنامه واقعا سپاسگزارم، دستون درد نکنه، شما همیشه ما رو شرمنده می‌کنید. سپاسگزارم، دستون درد نکنه. خیلی متشکرم. با توجه به تعداد زیاد سوالات من با اجازهتون شروع می‌کنم سوالات رو. استاد عزیز، ضمن عرض خوشامدگویی لطفاً میزان اشتیاق اولیه خود را برای حرکت به سوی کمال را لطف کنید و اینکه چقدر سختی در این راه را تحمل فرموده اید. من البته وظیفه من اینه که اینا رو بخونم استاد به صلاحیت خودشون هر کار. البته همه سوالات دوستان مسلما قابل بحث و بررسی و ارزشمند هست. حتما پاسخگو خواهیم شد، ولی اگر دوستان اجازه بدن الان اینه که پاسخ خواهیم که سوالاتی رو مطرح بکنیم که شفاف سازی اونها میتونه به وحدت ما و اختلاف نظر پایان دادن به اختلاف نظرات ما کمک بکنه. چون من متعلق شدم که یک سری تعبیر و تفسیرهای خاص از یک موضوع واحد بین دوستان اختلاف نظر ایجاد کرده و اگه بتونی این سوالا رو شناسایی کنیم ابتدا و در وقتهای باقی مانده انشاءالله به سوالات دیگهی به اصطلاح پاسخ بشیم. در خصوص این مسئله تقریبا میتونم بگم که من از وقتی که خودم رو شناختم در دوران کودکی اشتیاق بسیار بسیار زیادی نسبت به فهم هستی داشتم. یعنی شاید میتونم بگم که این از دوران کودکی و طفولیت به اصطلاح به حد بی سابقه، یعنی البته الان میتونم بگم که حد بی سابقه، اون موقع که من نمیدونستم چی، فقط میدونستم که خیلی مایلم بدونم که این فضا چیست، این حجم چیست، این اتفاقات توش چیه و همه ماجرا. خب جوابهای رو میشنیدیم از محیط، اسم خدا رو میشنیدیم، نمیدونم یه توضیحاتی میدادن سازنده و چی و خالق و از این ماجرا، ولی خب هیچ کدوم از این صحبت ها نمیتونست برای من پاسخ مناسبی باشه و من روز به روز این اشتیاق رو در خودم بیشتر پیدا میکردم و تا اینکه خب در یک جایی اون جرقه رو که صحبتش رو میکنیم تونست خیلی از این مسائل رو روشن بکنه و حالا در این مسیر و در این راه تا اون در از این جرقه ریاضت خاصی نبود،
طی سیر و سلوک خاصی همچنین، ولی خب خود وضعیت این اشتیاقی که باش دست به گریبان بودم واقعا چندین بار میرفت که تعادل روانی و ذهنی رو به هم بریزم. و بعد از اونم آگاهی هایی که اومد دقیقا معید نظر بود که مزد اشتیاق، یعنی همون چیزی که بعدها به صورت در واقع مکتوبم شد که مزد اشتیاق و مستر بودن و حالا با اون تعاریفی که کردیم پایه و اساس بسیار محکم است. خب و به تکنیک و به نمیدونم ریاضت و به این چیزا نیست و اینه که آب کم جو تشنگی آب بدست. بحث اشتیاق، بحث چیز اصلی قضیه طبق حکمت الهی باید اون اشتیاق پاسخ پیدا بکنه و خب حالا به صورت به گناه مختلفی در حکمت الهی جاری است و ما هم به مزد اون اشتیاق میرسیم قطعا. حالا توضیح بیشتری رو باز میذاریم، این مختصر این قضیه است، ولی حالا دیگه بعدش توضیحات بعد از اون رو بذاریم که در یه فرصت مناسبی من خدمتون بگم که اصلا مسئله اومدن آگاهی چطوری نشخوار کردنه، چون در واقع آگاهی در یک صفر ثانیه میاد برای بخش به اصطلاح بخش از سنسورهای فرازینی که بعد از اون یک باکس لا زبانی است و زبانی بر اون نیست و بعدا باید این مورد نشخوار قرار بگیره، یعنی تیکه تیکه از این تو بیاد بیرون با زبان ما، با ترمینولوژی ما بیان میشه که این مزه سیبه چی بود، این چی بود، این چی بود. این در یه صفر ثانیه اتفاق میفته ولی این توضیحاتش شاید سالها طول بکشه تا یه بخشایی بخواد بیاد و روشن و شفاف بشه. خب به صورت این ماجراییست که کم و بیش آشنایی با اون هم خالی از لطف نیست و شاید لازم هم باشه که ما بدونیم چطوری باید در قبال دریافت خودمون عمل بکنیم. حالا انشالله این موضوع رو در فرصت مناسبی ادامه میدیم. آیا هوشمندی درون ما هست؟ بعضی ها میگویند هوشمندی وارد وجودم شد. یعنی چه؟ خب این ما بخشای مختلفی داشتیم دوستانی که دوره هفت رو گذروندن، بحث یه راننده رو آشنا شدن با ترمینولوژی معربته که یه مقدار فرق میکنه. ما اون گفتیم نفس یه مرکب داریم، یه سرنشین اصلی داریم که اون روح الله بود، جان داریم، نیروی حیات داریم و این بخش ها رو داشتیم. درست شد؟ این مرکب ما از چی ساخته شده؟ خود این از چی ساخته شده؟ مرکب دوباره میرسیم به مولکول و اتم. بعد مولکول و اتم از کجا اومده؟ باز دوباره بحث بعد بخوریم به شعور آگاهی. پس ما در واقع از آگاهی مرکب ساخته شده، اون نفس داره میاد سوار این مرکب، بعد ادامه میده تا یه جایی، بعد از اون جاست که هوشمندی جا میمونه. خب هوشمندی جا میمونه و میره این راننده برای تجربه جدید به اضافه بخشایی. پس ما در از هوشمندی ساخته شدیم و در هوشمندی قوتوریم. در همون دوره ها با یک مسئله برخورد میکنیم که درون و بیرون نداره، درون و بیرون معنا نداره. فعلا تا اطلاع ثانوی ما میگیم درون و بیرون، از یه جای بیرون میبینیم که اگه درون بجوییمش و بیرون چی میشه، اگه بیرون بجوییمش و درون چی میشه. و خلاصه کلام اینه که در یه جای مفهوم درون و بیرون از بین میره و ما قوتوریم در این هوشمندی و در این شعور الهی.
همه ذرات عالم هستی ازش ساخته شدن و قوتورن. اما ما تا یه جایی با زبان خودمون این چیزها رو تعریف میکنیم، یعنی انسان مجبور با زبان کودکانه خودش، چون سر و کارت با کودک کتار، هم زبان کودکی باید گشاد. حالا ما میگیم شبکه مثبت، دورم نگاه میکنیم شبکه مثبت، بعد آگاهی گرفتم بعد داره ما خوب، یعنی همونی که داره میگیم خدای آسمان ها، خدای آسمان و نمیدونم والا در مزایای مختلف هم همینطورا، نه اینکه فقط بین ما باشه. مثلا گفتیم که ای پدر آسمانی، خب ای وقتی میگیم خدای آسمان یعنی که پس زمین تقریب زمین چی میشه؟ پس در واقع حالا لذا ما قوته بریم و بعضا در بحث های آکادمیک هم با نرم افزارهای آشنا شدید که درون بودن، همش درونه. ما اینجا نرم افزارهای زد کمال، نرم افزار کمال، اون نرم افزاری که از این هوشمندی رو به کار میگیره یا به کار نمیگیره، همه کجا بود؟ توی این سیستم و ما تو شناوریم، جایی نیست که بریم. ولی ایکن برای این که برای اینی که ما معمولاً با همچین تشبیهات و نمیدونم